رشد صنعت برای توسعه اقتصادی یک کشور جایگاه خاص خود را دارد. در افغانستان فعالیت‌های صنعتی به صورت منظم و مدرن برای اولین بار در سال‌های 1353 با ایجاد اولین پارک صنعتی در منطقه پلچرخی شهر کابل شروع شد. در این سال‌ها افغانستان سیاست‌های مختلف اقتصادی را تجربه کرده، این امر متاسفانه نه تنها به این بخش کمک نکرده بلکه چالش‌های زیادی فراراه صنعت و صنعتکاران را ایجاد نمود. فعالیت‌های صنعتی ما روی بخش‌های استخراج معادن، صنایع کارخانه‌ای از قبیل صنایع شیمیایی مثل کفش و ظروف پلاستیکی، صنایع خفیفه مثل البسه پشمی و قالین و محصولات فرشی، صنایع مواد غذایی، انواع مختلف، تولیدات فلزی، داروها، مواد ساختمانی، صنایع نجاری، کاغذسازی، صنایع دستی و سایر صنایع بوده است. در پارک های صنعتی مرکز و ولایت همه شرکت های داخلی و بیرونی به فعالیت خود ادامه می دهند و برای هزاران نفر زمینه کار را فراهم ساختند. نقش صنعت در تولید ناخالص ملی و یا GDP رول مهم را می داشته باشد. تقویت صنعت برای اشتغال زایی در کشور نیز حائز اهمیت می باشد. این مسئله مهم است که یک صنعت از نظر کیفیت و قیمت در بازار همراه دیگران رقابت کرده بتواند. برای رشد صنعت محیط مناسب کار، دسترسی به فناوری جدید علمی، ابتکار و خلاقیت به فناوری جدید، نیروی کاری متخصص مهم می باشد. الحمدلله افغانستان دارای عوامل مهم و غنی برای تولیدات صنعتی است. می تواند به یکی از مراکز مهم صنعتی در منطقه مبدل شود. رشد صنعت زمینه ساز رشد سکتورهای دیگر اقتصادی به ویژه زراعت نیز خواهد بود. امارت اسلامی افغانستان با تمام معنا حامی صنعت و تولیدات داخلی خود می باشد و از هر نوع سهولت در این راستا دریغ نخواهد ورزید و در جریان سالها با معافیت مالیه ها در بخش صنعت گام های را نیز برداشته است. انشاءالله در آینده هم هر نوع خدمت و هر نوع سهولتی که برای تقویت صنعت و رشد اقتصادی افغانستان ضرورت باشد، امارت اسلامی افغانستان انشاءالله در خدمت ملت و تاجران و صنعتکاران خود است.